به نام حق و به یاد شهدا یک مقدمه من استعفا نداده بودم با چای اداری ولسی جرگه اینجا نشسته من فقط یک پرزه نوشته بودم که معاش من از اول سرطان به بعد اجرا نشود که اینها پذیرفته بودم نقطه دومی است که امیدوار هستم حرفای من رو گوش کنید اگر زهر باشم یک دو دقیقه تحمل کنید سه دقیقه نقطه سوم من وقتی داخل تالار شدم بوی پلو چلو بود کباب و چپلی کباب میداد من خبر نداشتم که دیشب شما در ارگ پلو چلو عین و غین خوردید گله کردن شکایت کردن اشک تمساح ریختن هیچ دردی در دوا نمیکنه من نه تا اولی جدی نگرفتم بقیده من کارد از استخوان تیر شده بقیده من آب از گلو و حلقوم تیر شده من امروز دو پیشنهاد دارم یکی درباره مقامات عالی دولتی است که سالهاست پول بل برق خود نمیپردازند و اینها کلان کلان حرفا نجات ملت مردم جهاد و امثال هم میزنند پیشنهاد دیگر من این است که ما باید این شجاعت این صداقت را داشته باشیم تا ماده 69 قانون اساسی را شروعش را آغاز کنیم من میخوانم ماده 69 قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق احکام این ماده مسئول می باشد اتهام علیه رئیس جمهور ارتکاب جرم ضد بشری خیانت ملی یا جنایت از طرف یک سلس اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند ما وکلای ولسی جرگه نقص قانون اساسی افغانستان را بخصوص ماده هفتم فقره دوم که آمده است دولت از هر نوع اعمال تروریستی زر و قاچاق مواد مخدر جلوگیری میکند ماده پنجاهم دولت مکلف است به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور تدابیر لازم را اتخاذ نماید من به یک دستم که رئیس جمهور عین و غین که دو رئیس جمهور داریم این ماده ها را بخصوص نقص کرده ما امضای شما را نیاز داریم که اینها تشکر بشردوست